بسم الله الرحمن الرحیم. امام باقر علیه السلام در سال 57 قمری در مدینه متولد شد و تا 4 سالگی با پدر و جد بزرگوارش در مدینه زندگی کرد. وقتی کاروان آزادی خواهی امام حسین علیه السلام رهسپار کربلا شد، امام محمد باقر علیه السلام با خانواده بود و این کاروان را همراهی میکرد. هیچ کس نمیدانست روزی حیات و رهبری کاروان اسلام، آزادگی و عدالت گستری به دست همین کودک 4 ساله ادامه خواهد یافت و او این مسئولیت خطیر را بر دوش خواهد کشید. امام باقر علیه السلام عملاً در آوان کودکی در کربلا شاهد ستمگری های کوفیان و شامیان بر آل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود. امام رویداد غم‌انگیز و غمبار کربلا را به خوبی به یاد می آورد و مورخان در این باره اتفاق نظر دارند. امام در پاسخ به پرسشی درباره حضورش در کربلا و رویدادهای عاشورا می گوید: جدم امام حسین علیه السلام کشته شد در حالی که من 4 ساله بودم و کشته شدن او را به یاد می آورم. تقدیر الهی بر این بود که راه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، عدالت گستری امام علی علیه السلام و نهضت امام حسین علیه السلام به دست کودکی ادامه یابد که در میان گرد و غبار تاختن اسب‌ها و صدای چکاچک شمشیرها در کربلا گم. در میان قنوت چشمانم عکس یک قبر خاکی افتاده، سنگ قربت شکسته بغضم را، دیدم صبر خود ز کف داده. کاروان دل شکسته من رهسپار بقیع ویران است، زائرم زائر امامی که از غمش سینه بیت و لحظان است. با سلامی به محضرت آقا پر کشیدم شبیه بال نسیم، السلام علیک یا ابن شهید، السلام علیک یا ابن کریم. آسمان کبود چشمانم باز امشب بهانه می گیرد، در جوار مزار خاکیتان مرغ دل آشیانه می گیرد. روز و شب دارم این نوا آقا، از چه بیبارگاه گردیدی؟ با هزاران مرید درگاهت از چه رو بیپناه گردیدی؟ ای امامی که قربت ارث شماست، شعله می بارد از گلستانت، زهر کینه چه بر سرت آورد؟ پدر و مادرم و قربانت. گرچه از زهر کینه می سوزی، شعله های غم تو دیرینه است، قدر کرب و بلا بلا داری، این همان راز آه آینه است. خاطرات درون ذهنت را نیمه شبها مرور می کردی، یاد غمهای روز عاشورا پلک خود را نمور می کردی. دیده ای در سنین کودکیت بین گودال جسم بی سر را، چه کشیدی در آن غروب غریب تا شنیدی صدای مادر را؟ لابلای صدای تیر و کمان، ناله های رباب می آمد، چه بلایی سر علی آمد که حسین با شتاب می آمد؟
مشک سقا و اشک اهل حرم، بوی از حلقش نگین افتاد. لحظه ها لحظه های غارت شد تا که عباس بر زمین افتاد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی باقر علم الاولین والآخرین. تسلیت عرض میکنم محضر همه بینندگان عزیز و فرزند خلف آن حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرج و شریف. شهادت امام باقر پنجمین پیشوای شیعیان علیه و علی آبائه آلاف التحیت و سنا. حضرت امام باقر یکی از کسانی است که راجع به مسئله مهدویت مثل پدران گرامیشان مطالب زیادی را ارائه کرده اند. مرحوم شیخ صدوق رحمت 17 حدیث در مورد حضرت حجت ابن الحسن از حضرت امام باقر علیه السلام روایت کرده است. این نکته را باید در نظر داشته باشیم که مسئله منجی یکی از پایه‌های اساسی تقریبا تمام بشریت در طول تاریخ و به خصوص ادیان ابراهیمی و مخصوصا مسلمانان و اخصا شیعیان بوده است. ما اگر در تاریخ مراجعه کنیم از زمان آدم علی نبینا و علیه آلاف التحیت و سناء، عده کسانی بوده اند که ادعای نبوت کرده اند، ادعای امامت کرده اند و ادعای مهدویت کرده اند. به تعبیر دیگر که در کتب ادیان گذشته مطرح شده است، ادعای منجی بودن کرده اند. در هر صورت مسئله مهدویت یکی از چیزهایی است که حضرت امام باقر علیه السلام در میان مسلمانان و خصوصا شیعیان حقیقت این امر را مطرح کرده و خصوصیات و جوانبش را توضیح داده. مسئله اولی که در این مورد واقعا مورد توجه هست مسئله انتظار فرجه. حضرت امام باقر علیه السلام از پدران بزرگوارشان و پیغمبر عظیم الشأن اسلام در این مورد می‌فرماید افضل العباده انتظار الفرج، بهترین عبادت ها منتظر بودن و انتظار اون منجی است که در تاریخ تشیع از او به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرج و شریف اسم برده شده. مسئله دیگری که در این مورد قابل دقت هست چگونگی قیام حضرت. خب در چه زمان و با چه خصوصیات حضرت مهدی قیام خواهد کرد و باعث نجات انسانها خواهد شد. ابن عقده یکی از بزرگان تاریخ حدیث در سده سوم قرن هجری قمری میگه من حرکت کردم از عراق، رفتم در حجاز و خواستم به در خانه حضرت امام باقر علیه السلام برای کسب علم و تعلیم حدیث شرفیاب شوم. رفتم زمانی که دیدم دم خانه حضرت امام باقر علیه السلام اسیر را مهیا کرده اند برای آماده شدن حضرت برای رفتن به جایی. وقتی رسیدم دیدم امام باقر از خانه خارج شد، بر این اسیر سوار شد. من نزدیک رفتم، دیدم حضرت به احترام من از اثر خودش آمد پایین. سوال کرد ای مرد از کجا آمده ای؟ گفتم اهل عراقم،
از کجای عراق؟ گفتم از مردم کوفه. حضرت فرمودند با چه کسانی در این سفر به اینجا رسیده ای؟ گفتم با تعداد از افراد آیین مرجعه. حضرت فرمودند وای بر مرجعه، اینها چه خواهند کرد زمانی که مهدی صاحب الزمان ظهور کند و اینها را با اون عظمت خودش، با اون قدرت خودش، با اون نیرو و توان دینی خودش منفعل کنند و آیین اینها را باطل کنند. عرض کردم محضر آقا، آقا جان اینها میگویند حضرت مهدی با تسامح خواهد آمد و ما کاری نخواهند داشت. حضرت راجع به خصوصیات حضور حضرت مهدی از جلال الله تعالی فرجه الشریف فرمودند کلا والذی نفسی بیدهی نمسح نحنو و انتم العرق والعلق. حضرت ظهور خواهد کرد در حالتی که ما با عرق ریزی ها، با سختی ها، با زحمت ها حضرت را پذیرایی خواهیم کرد. از این حدیث این گونه برداشت می شود که حضرت می فرماید قیام مهدی در زمان است که انسان ها زحمت فراوان در راه مسیر هدایت الهی و انتظار فرج مهدی صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف خواهند رسید و قیام خواهد کرد. لذا در روایت دیگری حضرت از زبان پیامبر عظیم الشأن اسلام می‌فرماید المهدی من ولدی تکون له غیبت و حیره. مهدی از فرزندان ماست که در حالت غیبت و حیرتی که برای مردم پیش آمده است ظهور خواهد کرد. تزل فیها الامم یأتی بذخیرة الانبیاء فیملأها عدلا و قسطا کما ملأت ظلما و جورا. حضرت خواهد آمد در هنگامی که ظلم و ستم بر افراد بشر تحمیل شده است و زمانی می آید که دنیا را پر از عدل و داد خواهد کرد، با قسط حکومت خواهد کرد. در روایت دیگر حضرت از زبان ابی بصیر می فرماید فی صاحب هذا الامر اربع سنن من اربعت انبیاء. حضرت زمان ظهور خواهد کرد که اون ودیعه های نبوت در طول تاریخ در دست او خواهد بود با علاماتی که همه انبیاء اونها را به ارث گذاشته است. از موسی اون خائف بودن و انتظاری را که او داشت حضرت مهدی خواهد داشت. نشانه و علامتی که از حضرت یوسف دارد اون حبس و مدت زمان طولانی است که حضرت در انتظار فرو رفته است و منتظر بوده است. اما علامتی که از حضرت عیسی دارد فیقال انه مات ولم يموت. عده گمراه میگویند مهدی نیست، مهدی از دنیا رفته است، در حالی که حجت ابن الحسن ذخیره الهی و امام است که ظهور خواهد کرد. و اما نشانه ای که از پیامبر اسلام دارند خروج او با سیف و با شمشیر است که عدالت را با اون مانند جد بزرگوارش خواهد گسترانید. اما آماده کردن فرج یکی از چیزهایی است که حضرت امام محمد باقر راجع به اون فرماید فادخلوا اين دخلوا، پیرو ائمه باشید، اون جایی که اونها رفته اند در همون مسیر سیر کنید و فارقوا من فارقو، از کسانی که از چیزهایی که ائمه ما از اون دوری گزیده اند دوری گزینید.
عنا بذلک حسینا و ولده، پیرو امام حسین و فرزندان او باشید. فان الحق فیهم، حق راستی صداقت و درستی در پیروی کردن از ائمه اطهار و زمین ساز ظهور حضرت مهدی علیه السلام خواهد بود. فما اسرع من یأتیکم الفرج، اگر از ائمه پیروی کردید چه زمان نزدیک است فرج مولای ما حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. شهادت امام باقر جانسوز بود، شیعیان و پیروانش را در ماتم عظما فرو برد. پیروان و شاگردان فکری امام علیه السلام از نعمت فیض وجودش محروم شدند. درباره سال شهادت امام باقر علیه السلام میان مورخان اختلاف است. سال 114، 115، 117 و 118 را سال شهادت ذکر کردند، اما بیشتر منابع تاریخی سال شهادت آن حضرت را سال 114 قمری دانستند. دستگاه ستم امویان از گسترش نفوذ امام باقر علیه السلام و بست علم و معارف ایشان سخت هراسان بود، بنابراین مدام دسیسه و توطئه می کرد تا به امام علیه السلام آسیب بزند و او را از میان بردارد. سرانجام امویان نقشه خود عملی کردند و به روش ناجوان مردانه امام مظلوم ما را مسموم کردند. تأثیر سم به گونه ای بود که بدن آن منبع فیاض علم و معرفت از شدت تأثیر سم به سرعت متورم و سبب شهادت آن حضرت شد. اینکه چه فرد یا افرادی در این ماجرای خائنانه و اهریمنی دست داشتن از اشخاص مختلفی نام بردند. برخی از منابع شخص هشام ابن عبدالملک را عامل شهادت آن حضرت دانستند. بعض دیگر ابراهیم ابن ولید را وسیله مسمومیت معرفی کردند. اما آنچه مسلم است اینکه پشت توطئه شهادت دستگاه اموی بود و نگذاشت که پرتو روشنگری، علم گستری و فقه پروری امام علیه السلام ادامه پیدا کند و عالم اسلام از اقیانوس بی‌منتهای فکری امام علیه السلام بهره‌مند شود. بسم الله الرحمن الرحیم، یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک. کسی که بود شکافنده تمام علوم، هزار حیف که از زهر کی نشد مسموم، سر تو باد سلامت ایا رسول الله. وصی پنجم تو کشته شد ولی مظلوم، یا رسول الله تسلیت ار میکنی گهی
به زخم زبان قلب حضرتش خستن، گهی به خانه اش از کینه خصم برد هجوم، بسان مادر و آبا رنج دیده خیش، همیشه بود ز حق و حقوق خود محروم. به غربت علی و خاندان و سوگند، امام ما ز جان رفت با دل مغموم، هماره قصه مظلومیش بخوان که بقیع بود ز غربت قبرش برای ما معلوم. قربان درد های دلت بروم آقا امام باقر، ز درد های نهانی که بود در دل او کسی نداشت خبر غیر خالق قیوم. حیات بود همه با درد و رنج و غصه گذشت، که بود ظالم به اولاد مصطفی مرسوم. نطاقت از زبان را به وصف غمهایش، نه قدرت از قلم را که تا کند مرقوم. بگو به امت اسلام این سخن میسم، به مرگ حضرت باقر یتیم گشت علوم. آقا امام باقر علیه السلام همه صحنه های دلخراش کربلا را شاهد بود، عاشورا را دیده، قتلگاه را دیده، امام باقر کوفه را دیده. اما این ایام مدینه یک پارچه غوغاست، مردم مدینه از آقا احترام کرده، تجلیل کرده، با احترام کفنش کردن، غسلش دادن، با احترام دفنش نمودن. دلهای مدینه ای دلا کم کم رو بقی کنار قبرهای چار تا امام معصوم و مظلوم ما. آخ لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، قربانت برمم حسین آقا، بدن نازنین ارباب بی کفن ما سه شب و روز میان گودی قتلگاه افتاده بود، نه کسی دفنش کرد، نه غسلش داد، نه کفن کرد. کشته شد از تیغ دشمن، شد جدا از زهر کینه، شد فدا از زهر کینه. حضرت مسلم به کوفه
حضرت باقر مدینه عاشقان آل عصمت و مصیبت و مصیبت قلب باقر غرق خون شد جسم مسلم پارا پارا آخ آن سر قبر پیامبر این سر دارالاماره عاشقان آل عصمت و مصیبت و مصیبت صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله.